عرض ادب خدمت دوستان عزیز و همراهان همیشگی، ندا رحمتی هستم از پرژین اواردز جوایز پارسی. خیلی خوشحال هستیم که امروز هم در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. امروز هم در خدمت جناب آقای دکتر رضا رستمی، روانپزشک و استاد آموزش عالی در گروه روانشناسی و آموزش دانشکده روانشناسی و تربیت دانشگاه تهران هستیم. عنوان برنامه امروزمون روش‌های غیر تهاجمی تحریک مغزی هستش. امیدوارم که از جلسه امروز نهایت استفاده رو ببرید. بی نهایت از توجه شما سپاسگزارم. جناب دکتر رستمی، در خدمت شما هستیم. درود عرض ادب خدمت شما. درود ادب خدمت سرکار خانم رحمتی و بینندگان عزیز. با تشکر از گروه جایزه پارسی که این فرصت رو برای اشتراک نقطه نظرات برای دوستان فراهم میکنم. بحثی رو که امروز میخواییم داشته باشیم روش‌های غیر تهاجمی تحریک مغزی و یک تاریخچه ای از موضوع بگیم، کاربرداش بگیم، وضعیتش در ایران، در جهان و برای چه افرادی میتونه مفید باشه. این موضوع جزء صحبتامون هست که با هم دیگه مرور خواهیم کرد. هدفی که ما داریم به این هستش که بشناسیم دو روش تحریکی، TMS، TDCS، تحریک مغناطیسی و تحریک الکتریکی، نگاه جامعه نسبت بهش چیه، تفاوتشون با هم دیگه چیه. TMS یک روش تحریک مغناطیسی است. با MRI چه فرقی داره؟ با شوک مغزی که میگن آیا تفاوتی داره یا نداره؟ با هم دیگه صحبت خواهیم کرد. TMS و TDCS که دو روش جدید غیر تهاجمی تحریک مغز هستن، اصطلاحاتشون چیه، ترمینولوژی چی دارن و همینطور چگونه TMS و TDCS میتوانن تحریک مغز رو باعث بشن و چگونه اثر میذارن روی عملکرد مغزی و چگونه عملکرد یک انسانی که TMS یا TDCS میگیره تغییر میکنه و همینطور میزان تحریک پذیری قشر مغز آیا میتونه تغییر پیدا بکنه. آیا یه فردی که افسرده میشه میتونیم بگیم مغزش تحریک پذیریش کم شده؟ به چه صورتی هست؟ این رو میخواییم صحبت میکنیم. ما موقعی که راجع به مغز صحبت میکنیم، راجع به روان صحبت میکنیم، طی 70-80 سال گذشته یه اتفاقی افتاده به نام مطالعه شیمیایی مغز، شده در قالب داروها که میشناسیم. یعنی ما اگه بگیم مغز دو تیکه هست، 50% تقسیم بندی عدد درستی نیست، ولی یه قسمتی شیمیایی، ما داروها رو میشناسیم و داروهایی که میتونن مغز رو تحت تاثیر قرار بدن. ولی واقعیت اینجاست که مغز یک ارگان الکتروکمیکاله، الکتریکی هم داره. آیا الکتریکی رو هم به اندازه کافی میشناسیم؟ آیا با استفاده از دارو میتونیم یک فرد رو خوابالوده کنیم؟ آیا میتونیم با دستگاه هم یه چنین کاری کنیم؟ با دارو میتونیم کسی که دانش آموزی که توجهش خوب نیست توجهش رو بهتر کنیم، کسی که استراب داره استرابش رو کمتر کنیم. ولی قسمت الکتریکی چی؟ به نظر میاد که به اون اندازه که بشر جنبه شیمیایی مغز رو مورد مطالعه قرار داده و میشناسه، جنبه الکتریکی رو نمیشناسه. جنبه الکتریکی مغز طی 100 سال گذشته بنا به دلایل مختلف به نظر میاد که به اندازه‌ای که ما تو داروها و شناخت اثر داروها رو مغز پیشرفت کردیم، پیشرفت اتفاق نیفتاده. آیا ما میتونیم مغزمون رو شارژ کنیم؟ مگه نمیگیم الکتریسیته است؟ آیا ما میتونیم با یک ابزاری به عبارت بهتر عملکرد مغز رو دستکاری کنیم؟ البته تو این زمینه ما یه روشی داریم به نام شوک مغزی که خب همه میشناسن. این قدمت بر حال نزدیک 100 سال داره، 90 سال ازش میگذره و همچنان به عنوان یه روش مؤثر برای افرادی که خیلی حالشون بده وجود داره. ولی کسی که میتونه حال بد رو خیلی خوب بکنه، چرا ما تو این روش نیومدیم سراغ آدمایی که سراغ روشهایی که برای خیلی بدا نباشه، برای خیلی حال بدا نباشه، ولی حال رو بتونه بهتر کنه، به عبارت بهتر همون شارژ مغز اتفاق بیفته. به همون خاطر ما میگیم مغز یک الکتروکمیکاله و یک ارگان، یک و به نظر میاد که قسمت الکتریکی مغزش
فراموش شده. قسمت الکتریکی مغزش بهش توجهی که باید بشه نشد. خب پس ما میخوایم راجع به روش های تحریک مغز صحبت بکنیم، روش هایی که جنبه الکتریکی مغز رو پوشش میدن و ببینیم آیا تو اون زمینه ما روش هایی داریم، سالهای اخیر چه اتفاقاتی افتاده. اینجا یه خلاصه ای از روش های که جنبه الکتریکی مغز رو هدف قرار میدن هست. ما شوک رو گفتیم داریم، بیش از 90 سال عمر داره، FDA هم تایید کرده، یعنی سازمان داروی غذایی آمریکا اینو تایید کرده و میشه برای افسرده به کار برد، برای شرایط مختلف به کار برد. و روش جدیدتر این شوکه توی آمریکا الان هست فیست است، که یه روشی است که عوارض شوک رو کمتر داره. ولی گفتیم این برای افرادی هستند که خیلی حالشون بد. اکثر مردم هم تا اسم شوک میان میگن قسمت خدا قسمت کسی نکن، به هر حال میدونن که برای شرایط نرمال نیست. ولی ما روش‌های دیگه ای داریم که داره جنبه الکتریکی مغز رو هدف قرار میده به نام RTMS، Repeated Transcranial Magnetic Stimulation، تحریک مغناطیسی مکرر مغز. شرکت های مختلف امریکایی، انگلیسی، اسرائیلی و ارزم شما چینی، روسی به هر حال تو این زمینه دستگاه تولید کردن، الان تو دنیا داره استفاده میشه و ببینیم که حالا به تاریخش چی خواهد بود یا صحبت خواهم کرد. DBS روش دیگه ای هست که باز دوباره جنبه الکتریکی مغز رو پوشش میده، مغز رو میشکافن، جراحی میکنن و سیم رو میذارن توی نواحی عمقی مغز. این TMS بیشتر لایه های سطحی مغز رو تحریک میکنه، DBS لایه های عمقی مغز رو تحریک میکنه برای بیماری های مثل پارکینسون، کسی که ویلچری شده. یه فیلمی هست اگه توی یوتیوب دوستان ببینن، از فیلم های متعدده، شخص با ویلچر میره تو اتاق عمل، با پای خودش بلند میشه میاد بیرون. یعنی با یه روشی به نام DBS ما میتونیم بیماری هایی که تقریبا لاعلاج بوده رو تا حدودی بهشون کمک کنیم. VNS تحریک عصب واگ است. ما عصب واگ عصبی است که از سر جدا میشه، از گردن رد میشه، میاد میره به قلب و به دستگاه گوارش ما، جزو بزرگترین اعصابیش که از سر خارج میشه. ما میایم تحریک روی عصب واگ میذاریم برای افرادی که افسردگی دارن به درمان جواب نمیدن، برای افرادی که تشنج های مقاوم به درمان دارن. و اینها تا اینجا هرچی من گفتم FDA تایید کرده، یعنی سازمان دارو غذای آمریکا اینا رو کاربردش رو هم و مؤثر تشخیص داده و اومده داره استفاده میشه. یه سری روش ها هم هست که در دانشگاه ها داره انجام میشه، ولی خب تاییدیه پژوهشی داره، ولی تاییدیه درمانی مستقیمی هنوز نداره. MST همون شوکی که به مغز میدادیم بیایم با میدان مغناطیسی القا کنیم، میگن عوارضش کمتر از میتونه شوک باشه. Transcranial Direct Current Stimulation که تحریک الکتریکی مغزه، تحریک الکتریکی نه در حد شوک، در حد 1 تا 2 میلی آمپر که از یه باتری کتابی منشأ میشه، یعنی در حدی نیست که به شخص شوک بده، ولی مغز رو برای یادگیری بهتر میکنه. TENS روش های Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation که خب یه روشش هم برای ADHD تایید شده، که شخص بچه 1 ماه میخواد بخوابه، یه الکترودی رو میذارن سرش و تا 1 ماه شب تا صبح مغزش یه تحریکی رو روی عصب سقلو میگیره. اینم FDA تایید گرفته جدیدن. و پس ما میبینیم روش های تحریکی دارن حرف برای زدن دارن و کم کم دارن جا باز میکنن. حتی شده روش تحریک با سونوگرافی. سونوگرافی رو ما تا الان شنیده بودیم مغز میشه کلیه رو سونوگرافی کرد، رحم و پروستات و شکم رو سونوگرافی کرد ببینیم چیزی توش هست یا نه. اومدن دیدن ترانسکرانیال پالس اولتراسوند، اولتراسوند که همون سونوگرافیه، دستگاه سونو هستش، میتونه مغز رو تحریک بکنه و برای بعضی از بیماری‌ها دیدن موثر. خب ما میبینیم ما می‌خوایم مغز رو دستکاری کنیم، برای بیماری بهتر کنیم یا برای فردی عملکردش رو بهینه کنیم، ولی نیاز به دارو هم نباشه. برین استیمولیشن خب به هر حال یک ابزاری است که راجع بهش صحبت کردیم، الکتریکی، شیمیایی، مغناطیسی، الکتریکی، مغناطیسی، و این روش تو جاهای مختلف کاربرد داره. در نوروسرجری الان تو جراحی های مغز از این روش استفاده میشه برای اینکه نقاط آسیب دیده مغز رو پیدا بکنن. در نوروساینس شناختی ارتقاء توانمندی های یک فرد تو حافظه، توجه و تمرکز، بایو انجینیرینگ مهندسی پزشکی
و روانپزشکی که ما استفاده میکنیم تو درمان افسردگی، استراب، وسواس و چیزهای مختلف، نورولوژی، اختلالات سکته، ضربه مغزی، نوروساینس. به هر حال میبینیم یک روشی است که میشه مغز رو تحریک کرد و فقط هم در یه جا کاربرد نداره. من روانپزشک برای درمان افسردگی به کار میبرم، کاگنیتیو نوروساینس برای ارتقای توجه تمرکز استفاده میکنم. خب این روش هایی که ما داریم گفته میشه که یه طبقه بندی اگر ما بخوایم بکنیم، گفتیم اینا نان اینویزیون، یعنی تهاجمی نیستن. تهاجم یعنی چی؟ یعنی پوست شکافته نمیشه، جراحی نمیشه، چاقو نمیخوره. نان اینویزیون استیمولیشن، یه لیستی رو ما گفتیم اومده تو این نمودار که یکی عمودی هست و یکی افقی، اینا رو طبقه بندی کرده. اول افقی، یه طرفش تحریک مغناطیسیه، این دایرکت مغز تحریک میشه، یک قسمتش تحریک الکتریکیه و دایرکت مغز تحریک میشه، یعنی برق رو بس میکنیم مغز تحریک میشه. چه روش هایی رو ما داریم؟ TMS که بیشتر صحبت من هست جز روش های این دایرکته، کویل توی از کنار سر قرار میگیره، میدان مغناطیسی القا میشه برای اینکه مغز تحریک بشه. و روش MST که همون روشی که گفتم برای تشنج به کار میره، تشنج به واسطه میدان مغناطیسی، جزء روش های غیر مستقیم. این سمت، به سمت دایرکتش رو داریم، شوک رو داریم که گفتیم از زمان قدیم هست، روش های مثل TDCS و TES که در حد 1 تا 2 میلی آمپر شخص دیگه بیهوش نمیشه. تو این روش ما بیهوشی داریم، تو این روش ها بیهوشی نیست. یه محوری هم هست عمودیه، از بالا به پایین. اینویزیو یعنی یه جراحی لازم داره، نان اینویزیو یعنی اینکه هیچ کاری انجام نمیشه، یعنی به بدن، به پوست هیچ شکافتی نمیشه. اینایی که به سمت بالاترن غیر اینویزیون، به سمت پایین اینویزیون یعنی تهاجمی ان. دیپ برین استیمولیشن برای اون بیماری پارکینسون، شخص نیاز به بیهوشی، جراحی و کاشتن الکترود داره. کورتیکال استیمولیشن که بخوایم کورتکس رو تحریک کنیم نیاز به جراحی داره. ویگال نرو استیمولیشن، عصب واگ بخواد تحریک نیاز به جراحی داره. و اینها همشون تحریکشون چیه؟ الکتریکیه، یعنی توی این نیمه، یعنی مغناطیسی نیستن. VNS، کورتیکال استیمولیشن، دیپ برین استیمولیشن، هیچ کدومشون الکتریکی مغناطیسی نیستن و الکتریکی. خب پس ما یه طبقه بندی نان اینویزیو بالا، اینویزیو پایین، غیر مستقیم که با میدان مغناطیسی جریان الکتریسیته به مغز القا میشه و جریانی که مستقیم به مغز وصل میشه رو صحبت کردیم. خب دو روشی رو که میخوایم یه مروری داشته باشیم راجع به تو این زمینه، ما دو روش رو میخوایم صحبت کنیم. به این میگیم TMS. TMS چی بود؟ Transcranial Magnetic Stimulation، مغز رو با میدان مغناطیسی تحریک میکنیم. و تو اینجا TDCS هست، این یکی روش که شماتیک دستگاهش رو داریم میبینیم و اتفاقی که میفته، این یه باتری 9 ولت توشه، این اصلا شدت جریان بالایی نیست، در حد 1 تا 2 میلی آمپر مغز تحریک میشه ها. و این روشی است که وجود داره. تفاوتشون چیه؟ اینجا یه کویله، یه کویل حالت هش مانند انگلیسیه، رو سر قرار میگیره، ناحیه زیرش تحریک میشه، یک به صورت غیر مستقیم هم هست، یعنی برقی به سر وصل نمیشه، میدان مغناطیسی دور این هست، منجر به این میشه که سلولای مغزی تحریک بشن. تو روش TDCS ما دو تا الکترود داریم، الکترود قرمز، الکترود آبی. الکترود قرمز تحریکه، الکترود آبی مهاره، یعنی اگر ما این الکترود قرمز جایی بذاریم میخوایم اون ناحیه از مغز رو تحریک کنیم، و اگر چنانچه آبی رو بذاریم میخوایم اون ناحیه رو مهار بکنیم. الان میزان ناحیه‌ای که مغز تحریک شده با TMS خیلی محدودتر و اختصاصی تره، عمیق‌تره ولی اختصاصی‌تره، ولی تو اینجا خیلی پخش‌تره. یعنی پس ما این روشی هستش که اختصاصی‌تر میتونه رو مغز اثر بذاره، ولی این روش یه مقداری گسترده‌تر میتونه اثر بذاره. جناب دکتر یه سوال، با نورو فیدبک چه فرقی میکنه؟ بله، نورو فیدبک ابزاری است که هیچ اطلاعاتی وارد مغز نمیشه. ما اینجا با TMS داریم مغناطیس رو به مغز وارد میکنیم، با TDCS داریم الکتریسیته رو وارد میکنیم. TMS با نورو فیدبک این هست که شخص جلوی کامپیوتر میشینه و دیتای مغز گرفته میشه، میره داخل کامپیوتر و شخص دیتای مغزش رو کامپیوتر میبینه. به چه صورت؟
من یه سیمی از سرم میره تو کامپیوتر، نشون میده سه تا موج، من موج توجه، موج حواس پرتی، موج استراب. به من میگه اگر موج توجهت بره بالا تو برنده شدی. خب این که موج برای من معنی نداره. اینو ما میایم سه تا قایق میذاریم، میگیم قایق وسطی بره جلو تو برنده شدی، بالایی و پایینی بره تو باختی. و برای این ببره باید این وسطی رو ببره جلو. اون نمیدونه داره توجهش رو بهتر میکنه، ما میدونیم این به توجهش وصله. بله. باید بتونه استرابش رو سرکوب کنه، باید بتونه حواس پرتیش رو سرکوب کنه. پس به عبارت در تو نورو فیدبک، امواج از سر میره تو کامپیوتر، ما تو کامپیوتر وضعیت امواجمون رو میبینیم، خودمون تغییر میدیم، یعنی عملا چیزی وارد سر نمیشه. تو اینجا شخص کلا آدم پسیویه، توی تی ام اس و تی دی سی اس هیچ کاری نمیکنه. ما هستیم که مثل دارو آمپول داریم تزریق میکنیم توی سرش، داریم مغناطیس رو به ناحیه خاصی از سر که هدف داریم وارد میکنیم. سپاسگزارم. سلامت. گذشته و تاریخچه تی ام اس گفته میشه طولانیه. تاریخچه تی ام اس میگن به قانون فارادی برمیگرده، 1831. اصل فارادی چی میگه؟ میگه القاء الکترومگنتیک. الکترومگنتیک یعنی چی؟ یعنی این که با الکتریسیته مغناطیس رو میشه القا کرد. و این قانون اولشه. قانون دومش هم از فیزیک اگه یادمون باشه این هستش که میشه با مغناطیس حالا الکتریسیته رو القا کرد. خب پس ما میایم چیکار میکنیم؟ اینجا از قانون فارادی استفاده میکنیم، جریان برق قوی رو میاریم داخل این سیمپیچه، ولی به سر وصل نمیشه. داخل این سیمپیچه بر اساس قانون فارادی دور این چی میشه؟ میدان مغناطیسی شکل میگیره. میدان مغناطیسی که شکل گرفت منجر به این میشود که دوره بر این میدان مغناطیسی باشه. ما گذاشتیم کجا؟ رو سرمون. پس قانون اول فارادی دوره این سیمپیچه میدان مغناطیسی تشکیل میشه. ما اینو بذاریم رو سر، مغناطیس به سر ترانسپرنته، یعنی به راحتی میتونه ازش رد شه، مثل شیشه ای که نور ازش رد میشه، یعنی توی جمجمه گیر نمیکنه. رد که شد میرسه به کجا؟ میرسه به سلولای عصبی. سلولای عصبی چی هم؟ مثل سیم برقن دیگه، توی جریان الکتریسیته دارن دیگه. اول جلسه گفتیم که مغز جنبه الکتریکی داره. اون میدان مغناطیسی موقعی که نورون‌ها رو تحت تاثیر قرار میده منجر میشه که چه اتفاقی بیفته؟ منجر به القاء جریان الکتریسیته حالا توی مغز میشه. یعنی ما برق رو مستقیم به سر وصل نمی‌کنیم، ولی میدان مغناطیسیه رد میشه، القا میکنه و جریان الکتریسیته ایجاد میشه. و جریان الکتریسیته ایجاد شد، حالا اون اهدافی است که ما دنبال میکنیم اشاره خواهم کرد. پس بعد از این اسلاید 1831 آقای فارادی، نفر بعدی آقای دو آرسونوال اومد 1896 گفت اگه ما میدان مغناطیسی بذاریم پشت سر آدما، جلوی چشمشون حالت مگس پران میبینن، پس ما میتونیم با میدان مغناطیسی مغز رو تحریک کنیم. و بعدش 1910 یا آقای به نام تامسون اومد دوباره همونو تکرار کرد، گفت آره این درست. ولی جالبه ما بیش از 200 ساله که داریم این ابزارها رو میشناسیم، ولی تا 30 سال 40 سال قبل عملا حرکت جدی تو این زمینه اتفاق نیفتاده. و این دقیقا 1910 هست. این آقای تامسون نشسته پشت سرش داره میدان مغناطیسی تحریک میشه برای اینکه بتونه اون فسفونا رو ببینه. این تاریخچه قدیمش بود. و اما تاریخچه جدید، تاریخچه جدیدش برمیگرده به کی؟ آقای بارکر. 1974 با میدان مغناطیسی داشتن دست و عصبش رو تحریک میکردن که ببینن این منقبض میشه یا نه، و دیدن که موفق شد. کی بود این دانشجویی که این کارو میکرد؟ یک ایرانی بود به نام آقای دکتر رضا جالینوس که داشت دانشگاه شفیلد انگلیس درس میخوند و دانشجوی آقای بارکر بود. این کار که انجام میدادن دیدن ای موفقیت آمیز که بیان دست رو تحریک بکنن. این کار ادامه پیدا کرد، ادامه پیدا کرد، روی محیط بدن داشتن کار میکردن تا 1985 که اولین تحریک مغناطیسی روی سر انجام شد. یعنی اول دست رو تحریک کردن، اعصاب محیطی رو تحریک کردن، ولی بعدش عرضم حضور شما سر رو هم تحریک. این اولین دستگاهی هستش که وجود داره، اون موقع ساخته شد. دستگاه به هر حال یه سری خازن داره داخلش. این اون سیمپیچیه که روی سر قرار میگیره. الان خیلی خوشگل شده، اون موقع مثل چکش بوده، کسی میدید مسلما میترسه. و میذارن روی سر، میدان مغناطیسی القا میشه و منجر به این میشود که عرضم حضور شما مغز
تحریک بشه. این شکل شماتیکشه، یه سیمپیچه. این سیمپیچه جریان که ازش رد میشه، جریان برق که رد میشه، اینا میدان مغناطیسی هست. دورش ایجاد میشه، این آلت های دایره، اینا میدان مغناطیسی. میدان مغناطیسی موقعی کنار سر باشه از سر رد میشه و نورون ها رو تحت تاثیر قرار میده. پس مکانیسم کلیش عبور برق از یه سیمپیچ، ایجاد میدان مغناطیسی، عبور میدان مغناطیسی از جدار سر و تحریک میده. که خب اینجا حالا به هر حال مسائل فیزیکش هست که 8000 میلی آمپر، 8000 آمپر برق در نهایت تبدیل می شود، ارزم حضور شما، به 1 تا 2 تسلا جریان مغناطیسی که بتواند مغز رو تحت تاثیر قرار بده. اینجا همون تیم این آقای بارکر هست که داره فکر میکنم به هر حال روی مراجعه داره کار میکنه که همون طرحی هستش که اشاره کردم، آقای دکتر چالینوس، 3 نفری بودن که داشتن کار میکنن. خب این توسعه پیدا کرده، از 1985 دیدم مغز رو میشه تحریک کرد، شرکت‌های مختلف از این ابزارا دادن و خب خوشبختانه ما الان تو ایران از 15 سال پیش این ابزارا رو داریم و استفاده می‌کنیم. توی کانادا من با دانشگاه UofT به هر حال این کار رو انجام میدن، باشون در ارتباطم و به هر حال شرکت‌های مختلف تو این حیطه ورود کرده. این گستره یه کار رو داره نشون میده، یه موضوع تحقیقاتی نیست بلکه یک ابزاری است که داره استفاده میشه و سرمایه زیادی تو این زمینه گذاشته شده. خب اولین سوالی که میخواد مطرح بشه این تاریخچه بود، TMS چیست؟ TMS گفتیم جریان الکتریسیته است ولی غیر مستقیم، میره به یه کویلی و اون سیمپیچه و میدان مغناطیسی ایجاد میکنه. میدان مغناطیسی از جدار جمجمه به راحتی رد میشه و منجر به تغییر در میدان الکتریکی مغز میشه و منجر به این میشه که فعالیت‌های مغز تغییر پیدا کنه با القای جریان الکتریسیته. پس یک کویل میدان مغناطیسی تولید میکنه و این میدان مغناطیسی مغز رو تحریک میکنه. خلاصش خب پس فرقش با شوک چیه؟ یکی از نگرانی‌هایی که مردم دارن، میگیم برید TMS، حالا مخصوصا سالهای اول میگفتن نه شوک نمیخواد. فرقش با شوک چیه؟ اینجا میگیم میدان مغناطیسی، MRI هم میدان مغناطیسیه دیگه، داریم با میدان مغناطیسی تصویر برداری از مغز میکنیم. آیا تفاوتی بین اینا وجود داره یا نه؟ اینجا یه سری شباهت ها و تفاوت ها رو داره میگه. میگه که این MRI که ما تصویر برداری میکنیم، این TMS، این 1.5 تسلا قدرت مغناطیسیش، این 2 تسلا خیلی فرق نمیکنه. اینجا ریت آف چنجش 20 تسلا در ثانیه است، توی TMS 20000 تسلا در ثانیه است. یعنی پس ما تو دستگاه MRI میریم درمان نمیشه، مغز ما تحریک نمیشه، دلیلش اینه که شدتش خیلی کم. و آیا در مغز جریان القا میشه توی MRI؟ نه، ولی توی TMS بله، ما یک جریانی رو توی مغز، جریان الکتریسیته رو ایجاد میکنیم. تفاوتش با شوک چیه؟ توی شوک گفتیم دوتا چیزی داره، دوتا کله‌ای داره، یکی سمت چپ مغز، یکی سمت راست مغز و کل مغز پخش میشه. تو TMS یک کویل بیشتر نیست و کنار سر قرار میگیره، موازی قرار میگیره و جریانی که تولید میکنه در طول نیست، در صورت موازی زیر اون بافتای مغزی. پس تو اینجا مماس برقرار میشه، اینجا عموده. تفاوتشون شوک عموده، اینجا مماسه. و آیا به نواحی عمقی میرسه؟ توی شوک آره، شخص باید بیهوش باشه، ولی تو این روش نه، عملا نواحی عمقی مغز درگیر نمیشه. آیا بیهوشی لازمه توی TMS؟ نه، ولی توی شوک بله. آیا تشنج القا میکنه؟ یعنی نتیجه اون یه جور اثر تشنج درمانیه؟ با شوک آره، ولی با TMS نه. پس ترسایی که ما از شوک داشتیم اینجا میبینیم اتفاق نمیفته. تشنج میده؟ نه. بیهوشی لازمه؟ نه. نواحی عمقی مغز رو که حافظه رو خراب کنه لازمه؟ نه. پس ما میبینیم نسبت به شوک یه روش سیفتریه و به هر حال جذابیت های خاص خودش رو خواهد داشت. خب تا اینجا ما اینو یاد گرفتیم که TMS ابزاریست جدید از نظر کاربردی، هرچند تاریخش شاید به 200 سال بگرده و کاربردش برای درمان یه سری اختلالات اعصاب روان و همینطور برای کارهای غیر روان پزشکی مورد تایید واقع شده و گستره ای از استفاده رو داره. حالا اگر دوستانی با توجه به
گروهی که میبینن در بخون خودشون مقاله بخونن، یک سری ترمینولوژی و یک سری اصطلاحات رو هم بیان میکنم، قطعا کاربردی برای عموم نیست، یعنی اون دوستانی که عمومی میخواستن صحبت کنن شاید این بخش رو خیلی نیازی به دیدن نباشه، ولی خب پروتکل های تی ام اس رو یه اشاره بکنیم، احتمالا کسی اگر بره میبینه لو فرکانسی های فرکانسی، تعداد تحریک مغز در ثانیه، فرکانس یعنی در ثانیه چند تحریک هست، چند هرتز میشه، مثلا اگه 5 تا تحریک باشه میشه 5 هرتز در یک ثانیه، اینجا یه تحریکه میشه 1 هرتز در یک ثانیه، چند تا تحریکه اینجا در یک ثانیه 5 تاست، اینجا 1 2 3 میشه 5 هرتز. پس اینایی که لو فرکانسی ان پایین 1 هرتز، های فرکانسی ان بالای 5 هرتز تو ما میگیم تحریک های فرکانسی. چه ویژگیهایی با هم دیگه دارن؟ لو فرکانسی ها اینهیبیشن توی مغز ایجاد میکنن، مهار میکنن عملکرد مغز رو، و های فرکانسی ها فسیلیتیشن ایجاد میکنن. لو فرکانسی ها برای کسی که استراب مغزش خیلی تحریک پذیره به دردش میخوره، های فرکانسی ها برای اینکه افسرده رو ما بتونیم بهش انرژی بدیم و مغزش انرژی بگیره مناسبه. روش‌های جدیدتری هم که به هر حال اومده، تتا برست هست، روش های به هر حال به نسبت قوی تریه، کانتینیوس تتا برست، اینترمیتنت تتا برست، که توی کانتینیوس تتا برست مثل های فرکانسی عمل میکنه، اینترمیتنت ببخشید کانتینیوس تتا برست مثل لو فرکانسی عمل میکنه، و اینترمیتنت تتا برست مثل های فرکانسی عمل میکنه و عملکرد مغز رو بهینه میکنه. ما از TMS برای درمان میشه استفاده کرد، برای بررسی عملکرد مغز هم میشه استفاده کرد که ببینیم آیا مغز این فرد از نظر یه سری عملکردها، سرعت واکنش، میزان تحریک پذیری به چه میزان هست. ما TMS میتونیم سینگل پالس استفاده کنیم، سینگل پالس و پیرت پالس، تک پالس، تک نتیجهش رو توی انقباضی که توی انگشت شستش میشه ببینیم، ببینیم با چه شدتی مغز تحریک بشه. انگشت من TMS اینجا میزنن، انگشتم شستم صاف میشه، با چه شدتی اینجا تحریک کنیم انقباض اتفاق میفته. قطعا مغز آدما، خانوما، آقایون، جوون و پیر، بیمار و سالم، نوع بیماری میتونه اینا تفاوت باشه. پس ما میتونیم با TMS میزان تحریک پذیری مغز رو مطالعه کنیم. یه روش دقیق‌تر برای تحریک پذیری مغز پیرت پالس، دو تا پالس همزمان با هم دیگه به مغز داده بشه که ببینیم مغز تحریک میشه، مهار میشه، و اینها به عبارت بهتر ترم هایی است که وجود داره. ولی اون چیزی که برای درمان استفاده میشه TMS خالی نیست، RTMS repetitive، یعنی تکرار شونده. تکرار شونده یعنی چی؟ یعنی اینکه در یک ثانیه یکی 60 ثانیه، اگر 30 دقیقه بذاریم میشه 1800 تا پالس گرفته. اگه 5 رو بگیره چی؟ عرضم بزرگ شما در یک ثانیه 5 رو، در 60 تا 300 تا، در 30 دقیقه چقدر میشه؟ نزدیک 9000 تا میشه. البته عددهاش این مدلی نیست ولی حدودش رو خواستم میگم. مثل دارو هم دوز داره. یعنی ما بسته به هدفی که داریم میتونیم بگیم دوز آ رو بده، دوز ب رو بده. شخص نشسته داره کتابش رو میخونه، کامپیوترش رو بازی میکنه، موبایلش رو جواب میده، مغزم داره تحریک میشه. تات 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 تات، یه حالت صدای تختقی هستش که مغز رو تحریک میکنیم و تعداد جلسه لازم داره. پس رپتیتیو بودنش اثر درمانی داره. یه جلسه صرفا میشه مغز رو بررسی کرد و برای هر فردم اختصاصیه. میزان تحریک لازم برای من با شما با فرد دیگه متفاوته. چگونه محاسبه میشه؟ موتور ترشولد. آستانه تحریک مغز آدما به چه میزانه؟ آستانه تحریک هر کسی رو در میارن، میزان تحریکی که قرار برای درمان بهش داده بشه درصدی از این آستانه تحریک خواهد بود. TMS، این کویل TMS و میدان مغناطیسی ورودش به مغز، اینجا یه چیزی که وجود داره، میزان نفوذ میدان مغناطیسی تا نواحی عمقی مغز نیست، حداکثر 2.5 سانتی متر بیشتر نیست، که خب این عملا یکی از محدودیتاشه و یکی از کاربرداش که ما باید تو ذهنمون باشه که ما با TMS نمیتونیم نواحی عمقی مغز رو تحریک کنیم. نواحی عمقی میشه چی؟ دیپ برین استیمولیشن که اشاره کردم. اینجا دقیقاً همون 25 سانتی 2.5 سانتی متر رو داره میگه، 25 میلی. اینجا این تصویره، میگه اگه بخوایم تحریک بکنیم حداکثر نقطه تحریک 25 میلی متر یا 2.5 سانتی متر بیشتر نیست. اینا از نظر حالا نوع کاربردش هست که باز دوباره مسائل عمومی نیست، خیلی نمیخوام ورود کنم، این فقط خواستم بگم محدودیت داره، برای هر بیماری مناسب نیست، برای هر شرایطی مناسب نیست،
و اینم جاهایی هست که کویل میتونه اثر بذاره. خب TMS چگونه مغز عملکرد مغز رو تحت تأثیر قرار میده؟ TMS یه چنین چیزی است، حالا مدرنش سر فیکس میشه، البته همیشه اینجوری نیست که بیاد شخص چونش رو بذاره، میتونه مثل صندلی دندون پزشکی دراز بکشه سرش رو بذاره پشت. میدان مغناطیسی، این کویله میاد ناحیه از مغز رو که ما میخوایم تحریک کنیم، بسته به هدفی که داریم ناحیه مغزی که تحریک میشه متفاوته. میخوایم افسردگی درمان کنیم، میخوایم وسواس درمان کنیم، میخوایم استراب درمان کنیم، میخوایم اوتیست درمان کنیم، بسته به ناحیه‌ای که هدف داریم این کویل رو باید اونجا قرار بدیم. نمیشه بگیم رو کله میذاریم خوب میشه دیگه، نه، این دقیقا همون گفتیم 2.5 سانتی متر که بیشتر نفوذ نداره، یعنی کل مغز رو تحت تاثیر قرار نمیده. به همین خاطر درست انتخاب کردنش خیلی مهم هستش. گفتیم چجوری میسنجیم؟ کویل رو میذاریم رو سر، انگوش رو یا با چشم میبینیم یا با EMG الکترومایوگرافی میبینیم که آیا اون انقباضه اتفاق افتاده یا نه. با چشم میبینیم حداقل تحریکی که به سر من بدیم، حداقل از کم شروع میکنیم میریم بالا، که انقباض ایجاد بشه به اون میگن MEP موتور اووکت پتانسیال، و اون میشه میزان تحریک پذیری اون مغز و از اون میزان کم و زیاد ما درمان نمیکنیم. خب TMS چگونه اثر میکنه؟ خب به هر حال مثل همه روش های درمانی، همه روش هایی که مغز یا بدن رو تحت تاثیر قرار میده، ما دنبال علتش هستیم. بعضی ها گفتن خب چون دردی که ایجاد میکنه توی تا 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 دقیقا مثل همین انگشتی که من میزنم یه ذره سنگین تر، مدام فکر میکنی سر ضربه میکنه، میگن شاید دردش آدم ها رو خوب میکنه، توی دردش رو میاد تصمیم میگیرن حالشون خوب شه. صدای خیلی بلندی داره، تا 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 تا، پلاسبو اثر دارونما ممکنه داشته باشه. اینا خب به هر حال به صورت گسترده مطالعه شده، گفتن شاید جریان خون مغز رو تغییر میده، به هر حال میزان هورمون های داخلی بدن رو آیا تغییر میده که اتفاق میفته. انواع مختلف به هر حال نظریات راجع به این موضوع مطرح شده، ولی در نهایت دیده شده که عرض حضور شما اون جریانی که از کویل رد میشه توی مغز منجر به ایجاد پتانسیل عمل میشه، یعنی مثل اینکه ما میشنویم مغز ما واکنش نشون، ای کلمه ای رو بشنویم یک اکشن پتانسیال شکل میگیره دیگه. با این حالا میدان مغناطیسی هم یه جور تحریکه، منجر به میشه که تو مغز اکشن پتانسیال شکل بگیره. اون اکشن پتانسیاله به عبارت بهتر ناشی از اون میدان مغناطیسی تبدیل میشه به یک جریان الکتریسیته، و جریان الکتریسیته قسمتی از مغز رو فعال میکنه. و این induced current influence در مغز in the brain منجر به اثر درمانی میشه. پس ما کاری که میکنیم توی شوک میمدیم شخص رو بیهوش میکردیم که کل مغز تحریک میشد، جایی هم که لازم نبود تحریک میشد برای اینکه صدمه نخوره بیهوش میشد، کل مغز دچار تحریک میشد. TMS میاد نقطه خاصی که دچار کمکاری شده که در بیماری های مختلف متفاوته، همون ناحیه رو بهش همون برقه رو القا میکنه، نه برقه رو وصل میکنه، برقه رو خود مغز تولید میکنه اون برقه، و با تحریکی که اونجا انجام میشه کمکاریه به مرور درست میشه و منجر به این میشود که ما یه نتیجه خوبی از به هر حال درمان بگیریم. قوانین فارادی که گفتم مهندسین پزشکی به هر حال دوست داشته باشن، این مسیر مسیر جالبیه برای کار کردن و تأثیری که روی به هر حال مغز میذاره بسته به ناحیه‌ای که ما بخوایم تحریک بکنیم نتیجه خروجیش مختلفه. من اگر میخوام انگشت شستم حرکت کنه، شست چپم باید توی ناحیه راست بذارم تو ناحیه حرکتی. اگه بذارم پشت سر چه میشه؟ چشام حالت چشمک زن میگیره. اگر بذارم تو ناحیه گفتار چی؟ بروکا چی؟ شخص چاره لالی میشه. مثلا نمیتونه حرف بزنه. البته اثرش موقته، یعنی اون اثر چه لالیه چه کوری که اگه پشت بزنی ممکنه شخص احساس کوری بکنه. یعنی مزور یه لحظه مغز رو بلاک میکنه، لحظه است، و عملا خب این کارا رو به صورت طبیعی که ما نیاز نداریم مگر اینکه تو پژوهش با اجازه خود فرد انجام شه. ما بیشتر برای درمان افسردگی چپ، استراب راست، وسواس وسط، ارزم شما اوتیسم تو ناحیه تمپروپریتال اقداماتی است که انجام میشه. مغز ما یه حالتهای شیارهایی داره و برجستگیهایی داره. کدوم یکی از این کویله، یعنی که اینجا هست کویله، کجای مغز تحت تاثیر قرار میگیره؟ دیده شده
کویل که روی سر قرار میگیره توی روی نورون های اثر میذاره که عمود بر میدان مغناطیسی هست. یعنی اگر موازی شد با میدان مغناطیسی تحریک نمیشه. نمیشه. یعنی به عبارت بدر اینم بر اساس همون قوانین فارادی هست که عواملی که هستش فیبر اورینتیشن، جهتگیری اون فیبرا که موازی هن، مایلن، عمودن، عمودا بیشترین تحریک رو میگیرن، موازی ها صفر میگیرن. و عرضم حضور شما اونایی که زاویه دارن به هر حال یه درصدی از تحریک رو دریافت میکنن. خب پژوهش هایی که انجام شده ببینن که چگونه TMS انجام میشه، اثر میکنه، چون دنبال اثر TMS هستیم دیگه. اومدن TMS و گروه کنترل هیچ روشی رو نگرفتن، یه روش پلاسبو شم رو گرفتن، دیدن که سیستم آدرنرژیک، سیستم آدرنالین، سیستم به هر حال نوروترانسمیتر آدرنالین تحت تاثیر قرار میگیره در کورتکس، فرونتال کورتکس، استریاتوم، هیپوکام. قرمزا کنترل ها، یعنی هیچ کاری نگرفتن. آبیا چی؟ آبیا دیدن که هیپوکام آدرنالینش کم شد با این روش، استریاتوم کم شد ولی فرونتال بیشتر شد. یعنی به عبارت بهتر اون الکتروکمیکال رو که من اشاره میکردم، میگفتم دارو میدیم مغز رو داریم مواد کم و زیاد میکنیم، تو اینجا هم داریم همون کار رو میکنیم ولی با جریان الکتریسیته. یعنی یه سری از داروهای ضد افسردگی ما اتفاقا آدرنرژیک بهشون میدیم دیگه، داروهایی که هیجان رو بیاره بالا، ها مثل ونلاواکسین. حالا ما تو اینجا داریم با بدون اینکه شخص دارو بخوره، بدون اینکه نیاز بشه مدت طولانی وابسته به دارو باشه، با یه روشی مغز رو تحریک میکنیم که همون تغییرات رو، تغییرات و اثرات مثبت رو ببینه. اینجا سیستم با تشکر فراوان از شما همراهان عزیز، تا برنامه بعدی، بدرود، پاینده و